منظور ما از پیشکش نمودن مدارا و پذیرش انسانیت در زمان موجوده و در ادوار تاریخ و قول حافظ است که انسان که وقتی که خود را صد درصد تکمیل ندانند و دیگران هم دارای نصیبه از حقیقت و واقعیت بدانند در جامعه انسانی در جامعه بشری پلورالزم، کسرتگرایی، انسانیت، احترام به وجود انسان حکم فرما می شود جزمندیشی کبر و خودبینی و داشته خود را موفق و داشته دیگران دانستن در حقیقت یک غرور و تکبر را در جامعه بشریت ایجاد می کند ما داشته خیش را واقعیت بدانیم اما داشته دیگران را صد درصد باطل ندانیم ای برندان مکنه ای زاهد پاکیز سرشت که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت اگر دیگران گناهگار هستند اگر دیگران مقصر هستند اگر دیگران ناتوان هستند اگر دیگران از واقعیت ها به قول شما چیزی کم دارند شما آن را به دیده تحقیر و به دیده کم نبینید مولانا میگه هیچ کافر را به خاری ننگرید که مسلمان مردنش باشد امید هیچ کسی به دیده تحقیر دیدن از دیدگاه حافظ و مولانا و عرفای ما اجازه نیست من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش هر کسی آن دروت عاقبت کار که کشت هیچگاهی از نگاه دینی از نگاه اخلاقی از نگاه فلسفه انسانی دیگران را به دیده کم دیدن به دیده حقیر دیدن درست نیست و بجال نیست اجازه شرعی نیست لا توازرو وازرت واضر وزر اخراهچ شخص گناه دیگری را بر دوش کشیده نمیتواند همه کس طالب یارن چه هوشیار چه مست همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت بنابراین اگر انسان گناهگار است اگر انسان خطاکار است اگر انسان ناتوان است بر دیده تحقیر بر آنها دیدن کار انسانهای عاقل بالغ انسان با،, با فضیلت و با کرامت نیست انسان به هر اندازه ناتوان باشد انسان به هر اندازه که گناهگار باشد باز هم امید به دربار اف و کرم پروردگار هستی است مگر خدا نه رحمان رحیم است مگر در سر هر آیه از قرآن شما بسم الله الرحمن الرحیم را تلاوت نمی کنید ناامیدم مکن سابقه لطف ازل تو پس پرده چه دانی که کی خوب است